تأثیر آغاز که این نسترن از لیلی خانوم که دختر خود شانه بیشتر دوست دارن. کیش آخه این نسترن رو شکسته؟ کیش شکسته آخه این نسترن؟ دلگر نیست که ببیند نه فقط نسترنش از ریش خشکیده، بلکه خانهش از بیخ و بن ویران است. چرا که نه؟ در لاله‌زاری که گراند هتلش به تیول فروشندگان لوازم الکتریکی رفته و پیاده روهایش در قبضه دست فروشان و دوره گردان است و فاتحه تئاترها و سینماهایش را خوانده اند، در لاله‌زاری که در زمین 100 متریش هم می توان این طور بالا رفت، آن هم در این زیر مکان، خوشا به حال کسی که خانه 10,000 متری دایی جان ناپلئون را به چنگ آورد و بکوبد و بسازد. داستان این خانه از آنجا شروع شد که قبله عالم از سفر فرنگستان برگشت و به خیال افتاد که خیابانی مثل شانزلیزه پاریس را در دارالخلافه تهران بنا کند. پس چنارهای باغ لاله‌زار هیزم مطبخ سلطانی شدند و آن باغ کم نظیر قطعه قطعه. قطعه ها به نور چشمی ها رسید و یکی هم به میرزا ابراهیم خان امین السلطان آبدارچی شاه و پس از او به فرزندش میرزا علی از خرخان عطابک که تا مقام صدارت عظما پیش رفت و خود پیداست که صدر اعظم ثروتمند و خوشگذران چه تجملها در این خانه به کار بست. اما مثل تمام آدم ها همه را گذاشت و رفت. او پس از مشروطه به روزگار سلطنت محمد علی شاه قاجار بار دیگر صدر اعظم شد، اما چون خاطره ناروایی هایش از یاد نرفته بود، در سال 1286 خورشیدی به ضرب گلوله عباس آقا صراف آذربایجانی عضو انجمن نمره 40 فدائیان ملت از پای درآمد. ورثه امین السلطان باغ او در لاله‌زار را قطعه قطعه کردند و فروختند. دست برقضا آنکه بزرگترین قطعه را خرید هم صراف بود و هم اهل آذربایجان، حاج رحیم اتحادیه. او تا زمان مرگش در سال 1313 در این خانه زندگی کرد و پیش از مرگ آن را در قالب 30 سهم بین 21 فرزند خود قسمت کرد. عده‌ای سهم خود را به خواهران و برادران فروختند و رفتند و عده‌ای همانجا ساکن شدند. آن سالها لاله‌زار واقعاً شانزلیزه تهران بود و خانه باغ اتحادیه بهترین جای این شانزلیزه. یک در سینما رکس داخل کوچه اتحادیه باز می شد و گراند هتل هم یک کوچه آن طرفتر بود. اما یک خطا به این روزگار با شکوه پایان داد. در گرماگرم نهضت ملی شدن صنعت نفت، مالکان باغ یکی از عمارتهای آن را به سازمان جوانان حزب توده اجاره دادند. این ساختمان در جریان کودتای 28 مرداد به آتش کشیده شد و باغ اتحادیه رو به زوال رفت. البته لاله‌زار هم آرام آرام اعتبار خود را از دست می داد، به گونه ای که در اواخر دهه 40 بیشتر با کافه ها و رقاصه هایش شناخته می شد تا جاهایی مثل جامعه باربد و تئاتر دهگان. اما روزگار یک شانس دیگر به خانه اتحادیه داد. در اوایل دهه 50 ناصر تقوایی می‌خواست بر اساس داستان دایی جان ناپلئون اثر ایرج پزشکزاد یک سریال تلویزیونی بسازد. چشمش به دنبال لوکیشن بود که مدیر تولید سریال باغ اتحادیه را به او معرفی کرد. بقیه داستان معروف است. خانه لوکیشن یکی از بیادماندنی‌ترین فیلم‌های تلویزیون ایران شد و در خاطره جمعی ایرانیان خوش نشست. اما صد حیف که این فرصت هم از دست رفت. لاله‌زار
بیشتر و بیشتر در هجوم بازار لوازم الکتریکی عقب نشست. خانه که حالا به نام دایجان ناپلئون خوانده میشد، تنها و تنها تر شد و زندگی برای ساکنانش سخت‌تر و سخت‌تر. ثبت دیرهنگام آن در فهرست آثار ملی به سال 1384 هم دردی را دوا نکرد. اینک خانواده اتحادیه که یک بیگوله 10,000 متری روی دستشان مانده به دیوان عدالت اداری شکایت برده و خانه را از فهرست آثار ملی خارج کردند. آنها به دنبال فروش خانه هستند و بازاریان خریدار. سازمان میراث فرهنگی میگوید برای خرید و مرمت این خانه پول ندارد و شهرداری مدعی است که وظیفه ندارد. دایجان نیست که چیزی بگوید، اما می شود حد زد که نظرش چیست. خدا به خاک سیاه بنشونه این انگلیسا رو. بازم انگلیسا؟ بازم شروع کردی خان دادا؟ بله، بازم انگلیسا، بازم انگلیسا. خیال می کنی دشمنی انگلیسا با من خیالاته؟ نه خدا. پس من مزخرف بگم ها؟